سلام و درود دارم به شما هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا و خاصه در ایران. در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا و خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم. این چند روزه گذشته به هر حال شاهد ناآرامی ها، ماجراها، اعتراض ها و سرکوبگری های وحشیانه رژیم در داخل ایران هستیم، ولی در این وسط یک خبری تقریبا گم شده. اون خبر در رابطه با کنفرانس امنیتی تهرانه. کنفرانس امنیتی تهران که ظاهرا این دومین باریه که تشکیل میشه و گفته میشه که 49 کشور در اون شرکت کردن. ولی البته وقتی که رو سایت در هم ریخته این کنفرانس میریم هیچی نشون داده نمیشه. فقط به طور مشخص گفته میشه که از شرکت کنندگان آقای جک استرو، به هر حال همه باهاش آشنا هستند، نخست وزیر سابق ایتالیا، وزیر خارجه سابق اتریش و چند نفر هم مثل عمان و تاجیکستان و اینها از منطقه. ولی به هر حال وقتی بحث امنیت منطقه مطرح میشه طبیعی است که آدم توقع داره که کشورهایی که زینفت هستند در این زمینه هم حضور داشته باشند، ولی میبینیم که در حال اثری از آثار هیچ کدوم نیست. به حال امنیت منطقه امروز در دو جناح مشخص جمهوری اسلامی و پایگاه مشخص عربستان سعودی و کشورهای عربی همراه با عربستان به همراه اسرائیل و امریکاست، ولی هیچ کدوم خبری از اینها نیست. حالا امنیت منطقه چجوری میخواد حفظ بشه بماند. بیانیه این کنفرانس داده، بیانیه خیلی جالبه. بیانیه اینه که اعتماد و گفتگو و همکاری متقابل بین کشورهای منطقه. خب حالا امنیت مشترک همه کشورها، طبیعی است که وقتی که بحث امنیت میشه و امنیت منطقه میشه باید که به شکلی بشه این امنیت در تمام منطقه احساس بشه و امروز این ناامنی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده وجود نداشته باشه. عدم دخالت های کشورهای فرامنطقه‌ای منظور امریکاست که به هر حال نباید امریکا دخالت بکنه. البته اگر آقای اوباما بود و دوران برجام و پول های نقد که میرسید و اینها، اونها ایبی نداشت، الان مسئله است. ولی اگر روسیه باشه و به این شکل در منطقه روسیه مردم روسیه سوریه رو به اون شکل قتل عام بکنه به همراه جمهوری اسلامی، عیبی نداره. مبارزه با تروریسم تو بیانیه همین کنفرانس آمده. ببینید خیلی خنده‌داره که جمهوری اسلامی در رابطه با مبارزه با تروریسم حرف میزنه. جمهوری اسلامی که از بدو پیدایشش در داخل و خارج از کشور برای ایرانی ها و در منطقه و در سطوح بین‌المللی که آخرینش همین بحث دستگیری یک پاکستانی در آلمان که به هر حال دولت آلمان مجدداً سفارت جمهوری اسلامی و سفیر رو خواسته که تأکید بکنه که در آلمان نمیشه از این کارها کرد، تروریسم بین‌المللی رو جمهوری اسلامی حمایت میکنه، هزینه پرداخت میکنه و غیره و غیره. ولی نکته ای که باز در این کنفرانس مطرحه سخنرانی آقای ظریفه که خیلی طولانی نوشته شده در اختیار قرار داره. ایشون میگن که قطع مالی منابع تروریسم، باز برمیگردیم به همون مسئله که قطع منابع مالی از کجا باید صورت بگیره. آیا میشه که جمهوری اسلامی منابع مالی تروریسم رو قطع بکنه؟ این سوال بسیار بزرگیه. آقای ظریف میگن که بعد از اینی که داعش از بین رفته، البته نمیگن داعش از بین رفته، میگن فعلا در عراق و سوریه نیست یا به شکلی نیست، باید که به فکر بازسازی
سوریه و عراق بود. حتما بازار باید اول حرما رو بسازند، ولی اصلا نیازی به گفتن این نیست که 30 سال بعد از جنگ همچنان مناطق جنگی، شهرهای جنگی که آسیب دیده همچنان همونطوره و مناطق زلزله زده همچنان از بم به این طرف همچنان مردم سرگردانن و نمیدونن چی کار کنن. البته باید بازسازی بشه، باید در طلاع حرمهای مختلف فراهم بشه و چیز غیر از این هم از آقای ظریف نباید توقع داشت. بحث دیگری که ایشون میکنه خیلی جالبه، میگه که ما موظف هستیم برای اینکه منطقه حفظ بشه از یمن، از سوریه، از فلسطین و بقیه جاهایی که دست دارن درش دفاع بکنیم. ابدا و اصلا مثل اینکه اینها در ایران نیستن، که ایران هم کشوری است و مردمی داره و به هر حال خواستهایی دارن. مهمترین مسئله ای که باز تاکید میکنه هم در بیانیه هم در صحبت آقای ظریف اینه که یک اعتماد به وجود بیاد. ما میبینیم که این اعتماد رو هم در داخل به وجود آوردن، هم در منطقه، هم در سطوح بین‌المللی. امروز شاهدش هستیم. این تظاهرات اخیر به روشنی نشون داده که این اعتماد یعنی چی. این اعتماد یعنی این که امروز دیگه وقتی که آدم فیلم بچه‌های دبستانی رو میبینه که مرگ بر خامنه‌ای یا مرگ بر روحانی میگن، در دوره من وقتی اعتراضات بود حداقل در سطوح دبیرستانی بود، اواخر دبیرستان بود و دانشگاه، امروز از بچه‌های ابتدایی شروع شده. این یعنی اعتماد. این یعنی اینکه بعد از 4 دهه وقتی که بیشتر از 90% مردم مخالف این حکومت هستن، اون درصدی هم که باقی موندن یا از اعوان و انصار و آقازاده ها هستن یا اونهایی که فعلا مجبور هستن، نه بیشتر، خب سطح اعتراض رو ببینید به کجا رسیده. که وقتی میگم بچه دبستانی، وقتی که اعلام میکنن که 80% زیر 25 سال هستن، وقتی که اعلام میکنن که این مردمی که آمدن در چه حد گرفتار بدبختی دارن، گرفتاری و بدبختی دارن، میبینیم که این سطح ناامیدی رو پایین هی آورده، افسردگی جامعه رو هی بیشتر و بیشتر کرده. و اگر که ما امروز بخوایم در سطح منطقه اعتماد ایجاد بکنیم، بهتره که ببینیم که آیا اصلا به طور کلی ما قادر به ایجاد اعتماد هستیم، آیا قادر هستیم که بتونیم در این مرحله در رابطه با خود جامعه ایران، مردم ایران، جوانهای ایران، وقتی که اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه جوانه، شما میاید چی رو اعلام میکنید؟ بی‌اعتمادی یعنی چی؟ مردم تظاهراتی کردن، خواسته هایی رو دارن. این خواسته ها چی بود اول؟ آیا غیر از این بود که در مرحله اول فقر و بدبختی و گرسنگی بود؟ آیا غیر از این بود که مراحل بعد رسید به واقعیت های شعارها، رسید به شعارهای سیاسی، رسید به نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، رسید به استقلال آزادی جمهوری ایرانی، به اینجاها رسید. و در اوج همه اینها، در همه این بیشتر از 70 80 90 تا شهری که در تمام ایران به خروش آمدند، بحث مرگ بر خامنه ای، بحث این نظام رو نخواستن بود. اینها بحث های اصلی است. وقتی که شما میگید که در منطقه بشینیم گفتگو بکنیم، بهتره که بدونید که در خود جامعه ایران این مسئله کاملا با شکست مواجه شده. شما قادر نیستید در داخل جامعه ایران گفتگو به وجود بیارید. ببینید که متاسفانه و متاسفانه من توی یک توییترم هم نوشتم، کهریزک آقای روحانی هم شروع شد. وقتی که میگید که سینا قنبری در زندان اوین خودکشی کرد، یا مثلا نمیدونم وحید وحیدی در عراق، یا محسن عادلی در جای دیگه، و بدون تردید افراد بیشتری حضور دارن، یک سوال اساسی وجود داره. میتونید این بچه هایی که از زندان اومدن بیرون در دوره های قبل، میگن که بندای کفششون ازشون میگیرن،
اگرچه با بند کفش کسی نمیتونه خودشو اعدام بکنه. میگن عینکاشون ازشون میگیرن، نکنه شیشه رو بشکنن و با اون شیشه رگ خودشونو بزنن. در توالت چه چیزی وجود داره که شما تناب دار خودتون انداختید اونجا که برن خودکشی بکنن؟ به شعور مردم توهین نکنید. ببینید که اون بچه‌ای که حالا بچه جوون فرقی نمی‌کنه، نوجوونی که بعد از دو روز حتی به گفته شما به خودکشی میرسه، ببینید شما چه بلایی به سرش میارید که اون به خودکشی میرسه. ببینید که چه اتفاقی میفته اونجا. میگن 3700 نفر تا الان آماره که وجود داره. میگن که وزارت کشور آمار نداره. من بسیار متاسفم برای وزارت کشوری که میخواد که 1.8 میلیون جمعیت ایران یک منطقه رو و در سطح بین‌المللی جایی باز بکنه، آمار کشته شده ها و آمار بازداشت شده هاش رو نداره. اینجا یه تأسفه. ولی من یه نکته به خدمتتون عرض بکنم. الان بحثی که وجود داره بحث توهم امنیته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه که امنیت وجود داره. من یه نکته رو در یک مقایسه این میخوام خدمتتون بگم. دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد که به هر حال آقای احمدی نژاد ایستاده بود در مقابل امریکا و اسرائیل و همه اینها، بحث خطر حمله به ایران وجود داشت. حالا من سوال میکنم این خطر حمله بعد از برجام و این همه پول و این همه از بین رفتن تحریم ها آیا در دوران آقای روحانی بیشتر نیست؟ دوران آقای روحانی امروز مردم ایران لحظه به لحظه دنبال این نیستن که حمله میشه؟ این خطر از کجاست؟ این توهمی که به وجود آوردید از کجاست؟ این برجامی که آقای ظریف حالا مرتب میگن، آقای روحانی مرتب در موردش میگن که دستاورد مهم، این دستاورد مهم، این پولها به کجا رفت؟ آیا نتیجه این شد که ورشکستگی بانک ها به وجود آمد، ورشکستگی صندوق های قرض الحسنه به وجود آمد، مردم بدبختی که 6 ماه 8 ماه 1 سال حقوق نگرفتن به وجود آمد تا به این تظاهرات رسید؟ این برجام بود؟ این بودش که اینقدر در موردش حالا آدم میتونه حرف بزنه؟ ولی واقعیت هم اینه که راه مبارزه مردم ایران هستند، نه آقای ترامپ، نه اسرائیل. مردم ایران هستند که نشون دادن که میتونن بیستن. منتها نیاز به این داره که طبیعی است یک هماهنگی بین داخل و خارج ایران به وجود بیاد، برای اینکه افرادی که در خارج ایران هستند، احزاب و سازمان هایی که هستند، اینها بتونن حمایت بکنن از داخل ایران، اینها بتونن این خبرها رو پخش بکنن، اینها بتونن ارتباطاتی رو برقرار بکنن و مسائل دیگه. و مهمترین نکته ای که به نظر من مثل همیشه من تاکید میکنم، باید ما بریم به دنبال اینی که حکومت ایدئولوژیک مذهبی در ایران سرنگون بشه و به جاش هویت ایرانی جایگزین بشه. اگر ما هویت ایرانی رو بگیریم نیازی نداریم با عربستان، با یمن، با اون، با سوریه، با کی و کی برخورد خصمانه داشته باشیم. اونها برن دنبال کار خودشون، با ما کاری ندارن، ما با اونها کاری نداریم. من مطمئنم که این راه در حال گسترش و به وجود آمدن. سپاسگزارم.